اداره کتاب این وزارتخانه میگوید روزانه حدود 175 مورد مجوز صدور کتاب داریم و نباید انتظار داشت که تمامی این موارد بررسی کارشناسانه شده باشد. طبیعیه که هیچ هیئتی این امکان رو نداره که عین 175 تا کتاب رو یا حتی بخشی از این کتاب‌ها رو ما به طور روزانه باهاشون مطرح بکنیم و نظر کارشناسی بگیریم. و با این استدلال از ما می‌خواهد که برای انتشار یک نمونه کتاب که در معرفی و تمجید از یک فرد ضد انقلاب و حتی ضد دین است از آنها خورده نگیریم. کتاب تو بازاره. الان کتاب در بازار. من که می‌دونم ما مجوز دادیم، می‌دونیم هم کتاب در بازار هست. چند روزی است که از ناشران کتابی را به بازار عرضه کرده که در نگاه اول عکس و عنوان روی جلدش برای پی بردن به صفحاتش کافی است، اما برای اطمینان از ورق زدن برگ‌های آن غافل نشدیم و علامت سوال‌های عجیب از اتفاقی تأسف‌انگیز در عرصه فرهنگی کشور مقابل دیدگانمان آمد. کتابی درباره شاعر ضد انقلاب و ضد دین که همراه با پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران از کشور خارج شد و حالا نیز هم پیمان و هم پیاله ثابت شبکه‌های معاند با جمهوری اسلامی ایران است. فردی که در یکی از شعرهای خود چنان وقیحانه به دین و آیین اسلام می‌تازد که کمتر کسی باور می‌کند، حالا کتابی در تمجید این شاعر ضد دین نیز به بازار آمده است. این قصیده رو برای بهرام جان مشیری سرودم. کتابی صرفاً در تایید و تعریف از کارنامه این فرد. شاعری که در نازل‌ترین حالت ممکن مجیزگوی گردانندگان تلویزیون‌های ضد انقلاب ایران شده. تو به من صد سبز صد سال دیگر بهرام جان. سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردید. درود بر شما. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با وجود اطلاع از سوال ما درباره این کتاب ترجیح داد که سکوت کند و پاسخی ندهد. روابط عمومی ارجاعمان داد به خانه کتاب. طبق مصوبه سال 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی، طبق یکی از بندهای اون، کسانی که ضد انقلاب هستند، تروریست هستند، بالاخره عضو حزب‌هایی بودند که منحله حساب میشن و مردم اونها رو میشناسن، نباید برای اینها کتاب منتشر کرد. چرا این اتفاق افتاد؟ ببینید، الان این نکته خیلی زیبایی بود گفتید، اما مشکل می‌دونید کجاست؟ تا این لحظه دولت آقای روحانی و مسئولینش، آقای جنتی و همه اعلام کردن ما ممنوع القلم نداریم. آقای میرزایی به سوال ما درباره انتشار چنین کتاب‌هایی یک پاسخ دیگر هم داد. من شخصا با اینکه مسئول این ممیزی‌ها نیستم، ولی به عنوان یک مسئول ولو میانه کاملا میفهمم و تعیین. چرا اجازه انتشار داده شد؟ خب همینو می‌خوام همین عرض بکنم. ببینید، منتها سوال در این هست آیا منع انتشار رفع کننده نگرانی جامعه متدین ما باید باشد یا نه؟ به نظر من نباید باشه. منظور شما رو من متوجه نمیشم. یعنی شما میگین که حالا فرض کنید ما این کتاب منتشر نکنیم، بالاخره یه همچین چیزی وجود داره، شما این رو میخواییم بگین ما آیا نباید به سهم خودمون جلوگیری کنیم از انتشار چنین موارد؟ ببینید، جلوگیری کردن بخشیست. من شخصا اعتقادم اینه که این کتاب ها باید بیاد، مجوز هم باید بگیره و ما هم باید محکم رسانه، ما مؤسسات دیگه باید نقدش کنیم. محسن پرویز، چهره آشنای اهالی فرهنگ و ادب و آگاه به ضوابط نشر، نقطه مقابل این نظر رو داره. این اساساً یک تفکر باطل و غلطه. در واقع ما در همه حوزه ها نمیتوانیم مجوز بدیم که یک به اصطلاح فسادی اتفاق بیفته بعد بگیم که این فساد رو حلش میکنیم. فرهنگ همچون هوایی است که تنفس میکنیم، بنابراین پذیرفتن این که چنین کتابی در فضای فرهنگی ما وجود داشته باشد یعنی تنفس در هوای آلوده. اگر بخوام این استدلال رو بکنیم، خب تو همه زمینه‌ها باید بکنیم، بگیم مواد مخدر رو ما آزاد میگذاریم اما آگاهی رسانی میکنیم که این مواد مخدر این ضرر و زیان رو داره، افراد نرم بکشن. حتی بالاتر از این، نظارت بر مواد غذایی رو انجام نمیدیم، میگیم که مواد غذایی ساخته بشه، تولید بشه، توزیع بشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اگر دیدیم که در اینها اشکالی وجود داره، آگاهی رسانی میکنیم، بازم نه اینکه جلوشو بگیریم. تیراژ قابل توجه و در دسترس قرار گرفتن این کتاب تحت نظر مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال اصلی است. کسی که به نوعی انتقاد میکنه از بخشهایی از سیستم، از کل سیستم، اینا رو باید تفکیک بکنیم از کسانی که معاندت آشکار دارن و ضد انقلاب محسوب میشه. من فکر میکنم که هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب
باید در واقع نظارت بکنه، جلوی این موارد رو بگیره. اگر هم او به وظیفه خودش عمل نکرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع تصویب کننده این ضوابط هست باید نظارت بکنه و تکلیف ماجرا رو معین کنه. رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد میگوید ما اشتباهمان را میپذیریم و کتاب را به هیئت نظارت میبریم. در هر حال کار کارشناسی است، ممکنه از 100 تا اثر شما یک اشتباه کارشناسی هم داشته باشید، اینها رو حتما به هیئت محترم نظارت و کمیته تخصصی هیئت نظارت ارجاع میدیم و طبیعتا باید تابع نظر نهایی این هیئت هم باشیم. ما هم امیدواریم این حکایت همچنان باقی نباشد.